بسم الله الرحمن الرحیم. آنالیز تطبیقی جلسه پنجم را آغاز میکنیم. محاسبه قیمت های توابع هست. عبدالرزاق وحیدی هستم، استاد دانشگاه کابل. خب، معمولا توابعی که ما داریم در آنالیز محاسباتی، آنالیز عددی، به دو دسته تقسیم میشن. یکی توابع پولینومی یا چند جمله ای هست که به شکل PNX هست، A0X به طاقت N، A1X به طاقت N منفی 1، AN منفی 1X مثبت AN. و دوم از این که توابع غیر پولینومی یا که شامل دو دسته هم هستن اینها، البته توابع ناطق و توابع متعالی. توابع ناطق ما معمولا حاصل تقسیم دو پولینوم بر یک دیگه هست، مثلا پولینوم درجه N PX که در صورت کسر دیده میشه و پولینوم درجه M QX که در مخرج کسر دیده میشه. این دو پولینوم به یک دیگه تقسیم شده و توابع ناطق را به وجود آورده. توابعی هم ما داریم که به شکل توابع ناطق و توابع پولینومی نوشته نمیشه و توابع متعالی میگیم. توابعی مثل ای به طاقت X، توابع لوگاریتمی، توابع مثلثاتی یا مثلثاتی معکوس، توابع هایپربولیک، توابعی که جذر مثلا انوم x هست. اینا توابعی هستن که در واقع توابع متعالی هستن و به هیچ عنوان ما نمیتونیم اونا رو به شکل توابع ناطق یا توابع پولینومی بنویسیم. خب، بحث ما بیشتر در این جلسه بحث توابع پولینومی هست. خب، برای دریافت و محاسبه در واقع یک توابع پولینومی در یک نقطه مثل x0 معمولا کوشش میکنیم تا میزان خطا را کاهش بدیم. خب، ما قبلا برای شما یک نقطه را گفتیم و اوی بود که اگر ما در حاصل ضرب ها خطاهای بین دو عدد بسیار زیاد افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی دو عدد را ما در یک ضرب میکنیم، نسبت به اینکه او دو عدد را به هم دیگه جمع کنیم، خطا بیشتر افزایش پیدا میکنه. پس تا جایی که ما میتونیم باید تعداد ضرب ها را کاهش بدیم، تعداد تقسیم ها را کاهش بدیم، ولی که منجر شود به اینکه یک یا دو جمع اضافه یا به اصطلاح تفریق اضافه صورت بگیره. خب، به عنوان مثال یک پولینوم را در نظر بگیریم. این پولینوم PNX0 حد اول را دقت کنیم، ما N مثبت یک عملی ضرب فقط در حد اول داریم. ببینید X0 N دفعه در خودش ضرب میشه، حاصل از او در A0 ضرب میشه، پس N مثبت یک دفعه اینجا شد. در حد دوم هم همیشه N عملیه ضرب دیده میشه. فقط در حد اول و دوم اگر محاسبه کنین، دو N مثبت یک عملیه ضرب فقط در حد اول و دوم دیده میشه. خب معنای از این چی است؟ معنای از این است که اگر ما عدد X0 را با یک تخمین داشته باشیم، با یک تقریب داشته باشیم، با یک خطا، خب پس دو N مثبت یک مرتبه این خطا افزایش پیدا کرده، حتی بیشتر. خب، و این اگه ادامه بتیم تا حد نهایتاً یک مانده به آخر که یک عملی ضرب هست، در مجموع شما N مثبت یک در N مثبت دو تقسیم بر دو عملی ضرب دارین در اینجا و این یعنی بسیار حاصل یک خطای بسیار بزرگ صورت گرفته، مخصوصا کسایی که با پروگرام نویسی های کامپیوتر هستن و دائم با اعداد تقریبی زیاد سر کار دارن. خب، اما ما میایم یک کاری میکنیم، ببین که چطور میتونیم اینو کاهش بدیم. بیاین یک تریک به کار ببریم، یک به اصطلاح چال بریم اینجا سر از این پولینوم. میایم حد اول و دوم را از x0 به طاقت n منفی 1 اشتراک میگیریم، حاصل میشه a0 x0 مثبت a1 در x0 به طاقت n منفی 1. خب حد اول و دوم دو n مثبت 1 عملی ضرب بود، ببینیم آل چه اتفاق افتاده. خب، یک عملی ضرب ما در اینجا داریم، یک عملی ضرب ما بین قوس و x0 به طاقت n منفی 1 داریم و n منفی 1 عملی ضرب هم خود اینجا داریم. طبیعتاً حاصل جمع از اینا میشه n مثبت 2 عملی ضرب. مقایسه کنین با 2 n مثبت 1، ها کمتر هست نه؟ خب همین کار ادامه بدین و با حد سوم باز دوباره x0 به طاقت n منفی 2 اشتراک بگیرین و به می شک پیش برین تا نهایتاً برسین تمام این قوس ها را، قوس های درون در درون هست، تعداد قوس های زیادی وجود میه ولی قوس ها درون در درون هست
و میبینیم یک ضرب ما فقط a صفر در x صفر داریم، یک ضرب باز در اینجا داریم، دو ضرب، یک ضرب دیگه در اینجا داریم، یک ضرب دیگه در اینجا داریم، تا نهایتاً یک ضرب هم در آخر. حال چند ضرب شد؟ n عملیه ضرب. میبینید؟ پس در حالت عادی ما n مثبت 1 در n مثبت 2 تقسیم بر 2 عملیه ضرب داریم، در حالی که ما در اینجا n عملیه ضرب داریم. یعنی در اونجا ما بسیار یک خطای بسیار بزرگ اتفاق میفته که در اینجا او خطا بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه. یعنی فقط n مرتبه اینجا خطا صورت میگیره، در حالی که در حالت عادی n مثبت 1 در n مثبت 2 بر 2. خب یعنی تقریبا n برابر خطا کاهش پیدا کرد. خب بیاییم که مجدد همین رابطه را بنویسیمش. این رابطه بسیار رابطه جالب هست. خب در این رابطه ای که ما نوشته کرده میخواییم که با می رابطه با می فرمول پیش بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. همین فرمول چه چیزهای جالب دیگه بر ما میتره. با توجه به رابطه فوق میشه یک تعداد، یک سلسله از اعداد جدید را ما ببینید، ضرایب a0 a1 a تا an ما من حیث ضریب پولینوم داریم، میم یک تعداد ضرایب دیگر ما تعریف میکنیم، ضرایب جدید تعریف میکنیم برای پولینوم. اولین ضریب بی صفر هست یا عدد بی صفر هست که این سلسله بی صفر تا بی ان را ما به این شکل تعریف میکنیم. بی صفر را تعریف میکنیم ای صفر. سر شد بی صفر مساوی با ای صفر. تا اینجا مشکل نیست. بی یک را به این شکل تعریف میکنیم. بین برگردید در داخل خودم اون پولینوم بالا و داخلی ترین قوسی که اونجا وجود داره چی است؟ ای صفر اکس صفر مثبت ای یک. درست شد؟ داخلی ترین قوس ما انمیست و این رو میگذاریم معادل با بی یک. درست شد؟ پس اولین حد بی صفر ای صفر شد، بی یک ما شد داخلی ترین قوس که بی صفر اکس صفر مثبت ای یک است. حال شما البته معادل از این هم میتونیم بنویسیم، یعنی ما میتونیم بنویسیم ای یک هست بی یک منفی بی صفر اکس صفر. خب این طبیعی است دیگه، بی صفر اکس صفر در طرف دیگه تساوی رفته. این رنگ را در ذهنتان داشته باشین. ما برمیگردیم به این معادله، به این مثلا تساوی دوباره برمیگردیم در جای دیگه، ولی فقط یک یادآوری است، ربطی به ادامه بحث ما در اینجا نداره، ولی یک جای دیگه ما استفاده میکنیم از این. خب بیایم ببینیم که در واقع دومین قوس داخلی ما اونجا چه اتفاق افتاده. در دومین قوس داخلی ما ای صفر اکس صفر مثبت ای یک داریم که بی یک هست. درست شد؟ ای بی یک هست. حالا میخواییم بی دو رو تعریف کنیم، یعنی ای بی یک هست. خب و حاصل از این قوس، از قوس داخلی ما در واقع میشه بی یک اکس صفر مثبت ای دو. خب ببینید بی دو شد چی؟ بی یک اکس صفر مثبت ای دو. یعنی دومین قوس داخلی ما را اسمش را میگذاریم بی دو و به می شکل سومین قوس داخلی را اسمش را میگذاریم بی سه. و البته باید با یک مرحله پایین تر به شکل استقرایی به بی دو ما را تعریف کنیم که دومین قوس داخلی ما بی دو بود ضرب اکس صفر مثبت ای سه که حاصل میشه چی؟ بی دو هم میشه بر اساس رابطه استقرایی میشه بی دو در اکس صفر مثبت ای سه. به این شکلی کار ادامه میدیم و نهایتا آخرین قوسی که ما آخرین رقمی که ما به دست میاریم بی ان هست دیگه. بی ان ما چی میشه؟ تمام قوس هایی که ما اینجا میبینیم کلش میشه بی ان منفی یک ضرب اکس صفر مثبت ای ان. خب پس پی ان اکس صفر ما در واقع معادل شد با بی ان و بی ان چی بود؟ بی ان منفی یک در اکس صفر مثبت ای ان. ولی ما میتونیم برعکش هم بنویسیم، یعنی میتونیم که ای ان را هم پیدا کنیم. ای ان چی است؟ ای ان مساوی میشه با بی ان منفی بی ان منفی یک در اکس صفر. این واضح است دیگه، بی ان منفی یک در اکس صفر طرف دیگه تساوی رفته. خب چه چی چیزی به دست آوردیم؟ حال میخوایم نشان بدیم که انمی بی صفر بی یک تا بی ان منفی یکی که ما به دست آوردیم در واقع ضرایب پولینوم کیو اکس است. و کیو اکس چی است؟ کیو اکس حاصل تقسیم پولینوم پی ان اکس است بر دو جمله اکس منفی اکس صفر.
میبینید ما وقتی که پی ان اکس تقسیم بکنیم بر اکس منفی اکس صفر، یک خارج قسمت به دست میانیم مثل کیو اکس و یک باقی مانده به دست میانیم. خب باقی مانده ما بعدا نشان میدیم که بی ان میشه و خارج قسمت از او بی صفر بی یک تا بی ان منفی یک است. خب فرض کنید که خارج قسمت کیو اکس به این شکل نباشه، یعنی ضرایبش بی صفر بی یک تا بی ان منفی یک نباشه، ولی مثلا یک چیز دیگه باشه. فرض مثال بی بتا صفر در اکس به طاقت ان منفی یک باشه، بی یک اکس به طاقت بتا یک اکس به طاقت ان منفی دو، بتا ان منفی دو اکس مثبت بتا ان منفی یک باشه. در این صورت داریم، خب میتونیم بنویسیم پی ان اکس کیو اکس است در اکس منفی اکس اف مثبت بتا ان. بتا ان چی است؟ در واقع خارج قسمت است، باقی مانده است، و کیو اکس چی است؟ خارج قسمت. خب از روابط فوق ما میتونیم اینو به دست بیاریم که بیم ضرب کنیم. ضرب به این شکل میکنیم بتا، ببینید حد اول کیو اکس بتا صفر x به طاقت n منفی 1 ضرب شده در x منفی x صفر. دو حد اولی که در اینجا میبینین حاصل ضرب اونمو بتا صفر x به طاقت n منفی 1 هست که در اولی ضرب میشه در x، ضرب میشه xn متا، و در دومی که ضرب میشه میشه بتا صفر x به طاقت n منفی 1 در x صفر. این لازم نیست که من دیگه بنویسم، شما روی کاغذ خودتون هم میتونید میره بنویسید. حد دوم کیو اکس است بتا یک اکس به طاقت منفی دو، وقتی که در اکس منفی اکس صفر ضرب شود دو حد بر ما میده، یکش هست بتا یک اکس به طاقت منفی یک و دیگر هم هست منفی بتا یک اکس به طاقت ان منفی دو در اکس صفر. درست شد؟ و به همین شکل تا آخر که بتا ان باقی ما در واقع امو رقم ثابت ما هست. خب بیایم که امیاره در واقع منظم تر بنویسیم، مرتب بنویسیم. اولی هست بتا صفر اکس به طاقت ان، دومی میشه چی؟ میتونین از x به طاقت n منفی 1 از حد دوم و سوم اشتراک بگیرید، حاصل بشه بتا 1 منفی بتا 0 x 0 در x به طاقت منفی 1. با همین شکل متباقی حدود هم هست، حاصل در واقع ضریب x به طاقت n منفی 2 هم هست چی؟ بتا 2 منفی بتا 1 x 0. و در نهایت حد ثابت ما یا امو جمله ثابت آخری ما بتا n منفی بتا n منفی 1 در x صفر است. خب اگر ما دوباره همین را بنویسیم به می شکل، و یادتان هست که ما پی ان x صفر به چه شکل داشتیم؟ پی ان x داشتیم a صفر x به طاقت n a 1 x به طاقت منفی 1 تا a n. درست شد؟ خب اولین ضریب ما a صفر ما با بتا صفر ما مساوی است. خب پس a صفر مساوی میشه با بتا صفر. دومین حد ما باید ضریبش با دومین حد در واقع پی ان در واقع معادل باشه، یعنی خب البته ببخشید در اینجا ما داریم که a صفر ما فراموش نکنیم که ما با b صفر برابر بود، پس بتا صفر با b صفر برابر شد. هدف نهایی ما چی است؟ ما میخواییم ثابت کنیم که ضرایب بتا ان ها و بی ان ها برابر است. خب اولین ضریب ما یعنی بی صفر ما و بتا صفر ما برابر شد دیگه، طبیعی است. دومین حد را ببینیم با هم دیگه مقایسه کنیم. یک ای یک داریم که با بتا یک منفی بتا صفر اکس صفر باید معادل باشه دیگه. خب مینویسیم ای یک مساوی میشه با بتا یک منفی بتا صفر اکس صفر. خاطرتون هست من پیشتر با یک رنگ دیگه نشان دادم براتون که A1 مساوی بود با B1 منفی بتا 0 x 0. خب پس A1 وقتی مساوی با این هست، A1 از طرف دیگه مساوی با بتا 1 بتا 0 x 0 هست، پس این دوتا هم با هم برابر هستند دیگه. و ما میتونیم که میفهمیم که B0 و بتا 0 هم برابر است، پس حد دوم دو طرف تساوی با هم برابر است که هضم میشه و نتیجه میتونه چی؟ بتا 1 مساوی با بی یک. به می شکل اگر ما بتا ای دو را بنویسیم میشه چی؟ بتا دو منفی بتا یک اکس صفر، و باز هم از همون رابطه های قبلی ما داریم بی دو مساوی بی دو منفی بی یک در اکس صفر هم مساوی با ای دو هست، که پس ای دوتا معادل با هم میشه. از طرف دیگه بتا یک و بی یک هم مساوی است، باز هم
از دو طرف ای دو حد حذف میشن مثل بالا، و باقی مانده چی میشه؟ بت تا دو مساوی با بی دو. و اگر همین کار را ادامه بتن، در نهایت an هست که an مساوی میشه با بتا n منفی بتا n منفی یک در x صفر، که باز هم ای هم معادل هست با bn منفی bn منفی یک در x صفر. باز هم از طریق استقرایی در رابطه قبلی ما داشتیم که بتا n منفی یک و bn منفی یک در واقع معادل هستن، دو طرف تساوی، باز هم این دو رو حذف میشه و نهایتا بتا n مساوی میشه با bn. پس ما به صفر با بتا صفر و به می شک تمام ضرایب به هم دیگه مساوی شد، یعنی نشان داد که بی صفر تا بی ان منفی یک ضرایب چی هستن؟ ضرایب خارج قسمت از حاصل تقسیم پی ان بر اکس منفی اکس صفر هستند. خب پس موضوع معلوم شد که بتا صفر، بتا یک تا بتا منفی یک همان ضرایب پولینوم چی است؟ خارج قسمت کیو اکس است. خب جدول هورنر را حالا ما میخواییم در عمل از همین رابطه، از همین فرمول، از همین قضیهی که ما پیشتر ثبوت کردیم استفاده کنیم و یک جدولی به نام جدول هورنر هست که از این برای محاسبه قیمتهای پولینوم، قیمتهای حاصل تقسیم یک پولینوم بر x منفی x صفر برای هر x صفری که است به دست میاد و از روابط فوق استفاده میکنیم. مثلا شما یک پولینومی دارین که پولینوم قبلی بود، میخواین اون رو تقسیم بکنین به x منفی x صفر. برای تقسیم از این میایین ضرایبش رو مینویسین به ترتیب a صفر، a یک، a دو تا a n، و به این شکل مثل حالت تقسیم x صفری هم دارین که مثلا همون x منفی x صفر است. خب اولین کاری که میکنین اینه که اما a صفر از بالا یک خط رسم میکنین، البته با یک فاصله ای، و بعد a صفر از بالا مستقیم پایین میاریم، این میشه a صفر. درست شد؟ کار دیگه که میکنین اینه که a صفر در x صفر ضرب میکنین، و اگر یادتون باشه ای a صفرتون همون b صفر بود، انیال حاصل جمع a یک و b صفر x صفر همونطور که در رابط قبلی داشته میشه حاصلش چی؟ بی یک. درست شد؟ ای یک، ای صفر، اک صفر، حاصل جمعش میشه چی؟ بی یک. پس بی یک به این شکل به دست آمد. خب باز هم بی یک را ضرب میکنین در چی؟ در اک صفر. درست شد؟ پس دوباره بی یک، بی دو چی است؟ حاصل جمع ای دو مثبت بی یک x صفر، حاصل جمع ای دوتا بی دو میشه. درست شد؟ و این شکلی رو ادامه میدیم تا نهایتا بی ان منفی یک میشه ضرب x صفر، و بی ان منفی یک ضرب x صفر مثبت ای ان چی است؟ بی ان است. پس ما میتونیم که خارج قسمت را اینو پیدا کنیم به این شکل که از در واقع ای صفرتان همو بی صفر است، ما فقط اینجا بی صفر نوشته نکردیم، ای صفر نوشته کردیم، متباقیش هم خب شما بی یک، بی دو تا بی ان را میدونم بینیسید. خب نهایتاً پی ان پی اکس صفر شما هست چی؟ بی ان، یعنی ای هم هست امو باقی مانده، که در واقع باقی مانده در واقع حاصل تقسیم پی اکس بر x منفی x صفر است. خب مثال یک رو داریم، قیمت پولینوم زیر برای x مساوی با 3 محاسبه کنیم. گفته پولینوم پی x از 3x مکعب مثبت 2x مربع منفی 5x مثبت 7، که اگر ما بخوایم که این پولینوم را محاسبه بکنیم میم و ضرایب از او را به ترتیب نوشته میکنیم در یک جدول مثل ازی، و بعد هم حاصل خارج قسمت رو هم به اون شکل در داخل یک خانه جداگانه سه را قیمتش وضع میکنیم. خب ضریب اول سه هست، ضریب دوم دو هست، منفی پنج و هفت. خب برای از این که ما ای را محاسبه کنیم، اول خود قیمت
بی صفر ما با ای صفر ما برابر هست، یعنی سه مساوی با سه خواهد بود. مرحله بعدی میایم سه را ضرب میکنیم در خارج قسمت سه، در واقع حاصل میشه 9، 9 جمع 2 مساوی با 11 میشه. بعد 11 را ضرب میکنیم باز هم در 3، حاصل میشه 33 و باز هم جمع منفی 5 جمع 33 مساوی با 28 هست. باز 28 را ضرب میکنیم در 3 و باز هم دوباره حاصل 84 جمع 7 مساوی با 95 خواهد بود. خب پس بنابراین باقی مانده ما پی سه در واقع 95 هست و خارج قسمت ما چی هست؟ 3x مربع مثبت 11x مثبت 28. خب و میشه که یک مثال دیگر خدمت شما ارائه خواهد کردیم. پولینوم زیر را بر قیمت x مساوی با منفی 3 گفتم محاسبه کنید. پی x مساوی با 2x 5 منفی x 4 منفی 6 مکعب مثبت x منفی 2. میبینیم که در اینجا ما x مربع نداریم و به خاطر از اینکه x مربع نداریم ضریب از او را صفر میگذاریم و متوجه باشیم که در ترتیب در واقع نوشتن پولینوم قیمت صفر باید به جایش وضع کنید، یعنی شما نمیتونید ستون از را حذف کنید، باید ستونش باشه با قیمت صفر با ضریب مربوطش، یعنی قبل از x ما صفر ضرب x مربع داریم که اونجا ضریب x یک هست ما گذاشتیم و ضریب صفر برای x مربع گذاشتیم وضع کردیم. خب باز هم یه خط رسم میکنیم، دور قیمتش را خودش را وضع میکنیم از بالا مستقیم و بعد دور از ضرب میکنیم در منفی 3، حاصلش میشه منفی 6، منفی 6 و منفی 1 حاصل منفی 7. باز منفی 7 را ضرب میکنیم در منفی 3، باز هم میشه حاصل 21، 21 و منفی 3 میشه 18. 18 ضرب منفی 3 حاصل منفی 54 هست و حاصل جمع منفی 54 و 0 میشه خود منفی 54. دوباره منفی 54 ضرب منفی 3 هست که حاصل میشه 162 و حاصل جمع از این دو میشه 163 و باز هم 163 را ضرب منفی 3 میکنیم که حاصل منفی 489 هست و با منفی 3 میشه 492. منفی 492 که همه پی منفی 3 هست که پی منفی 3 هم در واقع باقی مانده هست. کیو اکس یا در واقع هم خارج قسمت هم نهایتا میشه 2x4 منفی 7x مکعب مثبت 18x مربع منفی 54x مثبت 163. خب یک تعریف داریم، یک تابع در نقطه xf به نام یک تابع تحلیلی یا analytics یاد میشه که در یک انتروال مثل x منفی xf کمتر از r به سلسله تایلور بتونیم اون رو انکشاف بدیم، یعنی که fx را بتونیم بنویسیم که fx صفر. این ما در آنالیز خواندیم، شما با این بلد هستین. به شکل مشتق اول x صفر تقسیم بر یک فاکتوریال در x منفی x صفر مثبت f مشتق دوم x0 تقسیم بر 2 فاکتوریال x منفی x0 مربع و f مشتق n اوم x0 تقسیم بر n فاکتوریال در x منفی x0 به طاقت n و جمع r n x است که r n x ما در واقع چی است؟ باقی مانده است. و هر وقت هم که ما x0 را برابر با 0 وضع کنیم سلسله مکلورین حاصل میشه که سلسله مکلورین ببخشید fx مساوی هست با f صفر، مشتق اول در نقطه صفر تقسیم بر 1 فاکتوریال در x، مشتق دوم در نقطه صفر تقسیم بر 2 فاکتوریال در بطاقت در x مربع و مشتق انوم صفر تقسیم بر n فاکتوریال در x بطاقت n مثبت rn هست که rn هم باز باقی مانده هست. باقی مانده را چه تو محاسبه میکنیم در واقع حاصل تفریق رابطه fx منفی سیگما از k از صفر تا n f و تا f مشتق کام در واقع f در نقطه x صفر تقسیم بر k فاکتوریال در x منفی x صفر به طاقت k هست. این برام باقی مانده سلسله تایلور یاد میکنیم و بشه او را به شکل rn به این شکل هم بنویسیم. متوجه باشین که شکلی که ما اینجا داریم شکل تقریبی هست، f به طاقت n مثبت 1
در x صفر مثبت تیتای x منفی x صفر تقسیم بر n مثبت 1 فاکتوریال در x منفی x صفر به طاقت n مثبت 1 است. تیتا چی است؟ تیتا یک ضریبی هست، یک ضریب از x منفی x صفر است که بین این ضریب در واقع بین 0 و 1 هر رقمی که بخواید بگیرید میتونید که او را، یعنی شما نمیتونید بگید که ما هر چقدر به 0 این نزدیک بسازم تخریب بهتر میتنه. این یک عدد اختیاری هست، یک انتخاب شما انجام میدین و البته ما پارامترها و شاخصهایی داریم که این عدد را چطور میتونیم دقیق تر محاسبه کنیم. خب هرگاه x صفر مساوی با صفر باشه در صورت حالت سلسله مکلورین را با خودش میگیره و rn شما هم طبیعتاً x صفرتان در اونجا حذف میشه و rn x شما در واقع میشه چی؟ مشتق n مثبت یکم تیتا x تقسیم بر n مثبت 1 فاکتوریال در x به طاقت n مثبت 1 که باز هم تیتا مثل حالت قبلی بین 0 و 1 یک عدد طبیعی است، یک عدد مذارت میخوایم حقیقی هست. خب یک یادداشت مهم هست در اینجا برای محاسبه قیمت های توابع، البته ما در اینجا توابع که صحبت میکنیم یه توابع متعالی و توابع در واقع غیر پولینومی هست، توابع میتونه همه توابع ناطق باشه یا متعالی باشه. مناسب ترین روش انکشاف توابع به سلسله تایلور است. میبینید که سلسله تایلور چی میکنه؟ در واقع هر توابعی که شما داشته باشین چه متعالی چه غیر، در واقع تمام توابع غیر پولینومی را تبدیل میکنه به یک تقریبی از یک توابع پولینومی. پس اگر fx صفر معلوم باشه برای دریافت fx صفر مثبت h، در حالی که h یک عدد کوچک است، میشه یک فرمولی به این شکل به کار برد. در واقع میشه fx مساوی میشه با fx صفر مثبت h و fx صفر مثبت f مثبت h در واقع انکشاف پیدا میکنه به شکل یک سلسله تایلور. یعنی میشه fx صفر مثبت مشتق اول fx صفر تقسیم بر یک فاکتوریال در h مثبت مشتق دوم x صفر تقسیم بر دو فاکتوریال در h و طاقت دو و به میشه یک مشتق انم f در نقطه x صفر تقسیم بر n فاکتوریال h به طاقت n مثبت r n x در شد. در حالی که r n x چی بود؟ مثل حالت قبل باز هم ما داریم f یا مشتق انم مثبت یک f در نقطه x صفر مثبت تیتا h تقسیم بر n مثبت 1 فاکتوریال در h به طاقت n مثبت 1 که در واقع چی است؟ در واقع هست تیتا بین 0 و 1. خب عنوان مثال، یک مثال حل میکنیم و درس هم ختم میتیم. اگر بخوایم جذر تخمینی جذر 10 را پیدا کنیم، اول خود جذر در ما میتونیم میشه کنیم جذر 9 مثبت 1 و 9 را هم میتونیم اشتراک بگیریم میشه 9، میاریم بیرون از خود جذر و نهایتاً میشه 1 مثبت 1 بر 9 که جذر 2 است. خب به خاطر از اینکه ما این مسئله را حل بکنیم 1 بر 9 را در واقع امو hx میگیریم، hx در نظر میگیریم و البته اونجا یکی بر کیو نوشته شده اما یکی بر 9 هست منظور و قیمت x را هم 0 وضع میکنیم. به خاطر از این ما میایم تعریف یک تابع را میگیریم، fx را میگیریم یک مثبت جذر یک مثبت x که در واقع خب البته ضریب 3 را فعلا حذف کردیم از مسئله چون به خاطر که ما میخوایم تقریب از زیر به دست بیاریم، بعد ضرب 3 هم بعداً بتونیم انجام بدیم که میشه یک مثبت x به طاقت یک بر دو. خب f صفر شما یک هست و مشتق اولتان هست یک بر دو در یک مثبت x به طاقت منفی یک بر دو. پس f مشتق اول شما در نقطه صفر مساوی با یک بر دو است. f زبر صفر یک بر دو. به میشه مشتق دوم شما میشه منفی یک بر چهار در یک مثبت x به طاقت منفی 3 بر 2. یعنی مشتق دوم ما در نقطه 0 مساوی میشه با منفی 1 بر 4.
میبینه که ما یک سلسله را داریم به دست میاریم، سلسله مکلورین رزی تا بره. F مشتق سوم F در نقطه X 3 بر 8 در 1 مثبت X به طاقت منفی 5 بر 2 هست، و اگر باز هم مشتق سوم رو وضع کنیم در نقطه 0 میشه 3 بر 8، و میشه مشتق چهارم را منفی 15 بر 16 در 1 مثبت X به طاقت منفی 7 بر 2، و نهایتاً مشتق چهارم میشه چی؟ در نقطه 0 میشه منفی 15 بر 16. خب اینا رو بعد دست آوردیم. حالا چون به خاطر که f x 0 مثبت h بر اساس همون رابطه‌ای که ما پیشتر داشتیم میتونیم بنویسیمش مساوی با f x 0 مثبت مشتق اول در نقطه x 0 تقسیم بر 1 فاکتوریال در h مشتق دوم x 0 تقسیم بر 2 فاکتوریال در h مربع، و به این شکل f n x 0 یا مشتق نوم تابع f در نقطه x 0 تقسیم بر n فاکتوریال در h به طاقت n مثبت آره n x که باقی مانده است. پس ما میتونیم بنویسیم در نهایت جو گذاری میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، اینجا h شما 1 بر 9 بود و قیمت x 0 شما هم که در واقع نقطه 0 هست که باز f x 0 یا نقطه مشتق اول ما 1 بود و حاصل در واقع 1 بر 2 در 1 بر 9 میشه، چون f زبر x 0 1 بر 2 میشد. باز هم 1 بر 2 فاکتوریال در منفی 1 بر 4 که مشتق دوم تابع f بود در نقطه 0 ضرب 1 بر 9 به مربع h 1 بر 9 بود، و میشه 1 بر 3 فاکتوریال در 3 بر 8 که 3 بر 8 مشتق سوم تابع بود در نقطه در واقع صفر در 1 بر 9 که h هست به طاقت 3، و جمع نهایتاً 1 بر 4 فاکتوریال در منفی 15 بر 16 که مشتق چهارم تابع هست در نقطه 0 ضرب 1 بر 9 به طاقت 4، و جمع r 4 x 0 که در واقع r 4 چی است؟ r 4 شما خب در این جمع f x 0 مثبت h در نهایت وقتی شما جمع میکنین قیمت اول شما 1 هست، حاصل حد دوم را محاسبه کرده 0.0 55 56 قیمت دوم حد سوم شما ببخشین منفی 0.00154 و حد چهارم میشه 0.00004 تا 0 مانده و 1.9 و مثبت R4X. یادتون باشه که R4X همو خطای ما هست که او را باید جداگانه محاسبه کنیم، و نهایتاً حاصل میشه 1.05411 در مثبت R4X. خب در نتیجه جذر 10 تقریباً مساوی میشه با 3، عدد 3 یادتون هست که ما حذف کرده بودیم، ضرب 1.05411 که حدودا میشه 3.16233. خب ما هنوز R4X را هم محاسبه نکردیم که ما میتونیم با اون محاسبه از او یک مقداری دقت را بیشتر بسازیم و در نتیجه تخمین اندازه گیری کنیم که خطای ما تا چه اندازه هست. خب امیدوار هستیم که از این مبحث لذت برده باشین. اگر یک مقدار طولانی شد معذرت ما رو بپذیرید، بحث را باید یک مقداری به یک جایی میرسوندیم که به یک مقدار نتیجه گرفته میشد. انشاءالله در درس های آینده کوشش میکنیم مبحث را یک مقدار کوتاه‌تر بسازیم. موفق معید باشین و ختم جلسه پنجم را همینجا اعلان میکنیم. پیروز و موفق و معید باشین.